برای واکاوی این گزارش دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیای آمریکا با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب. سلام به شما و بیننده های گرامی شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکات، و خداوند شما را حفظ کنه، و سلام به تمام کارکنان شبکه امام حسین علیه السلام. ممنونم، تشکر میکنم. آقای دکتر، به تازگی سندی در خصوص همکاری طالبان با سنتکام افشا شده. همکنون سیگار از هزینه 17 میلیارد دلاری آمریکا در افغانستان گزارش داده. نظر شما در این رابطه چیه؟ بفرمایید. راپور عرصه ماهی سیگار یا به نام سیگار که اداره سرمفتشی ویژه برای بازسازی افغانستان هم نیز یاد میکنه، یا اسپیشل انسپکتور جنرال فور افغانستان ریکانستراکشن یاد میکنه، یا از سال 2021 کمک های خود برای افغانستان شروع کردن و زمانی که اینا از افغانستان خارج شدن، که این کمک ها شامل بودجه پناهندگان بود، بودجه های مساوی ایالات متحده برای کمک ها به انکشاف افغانستان بود، که از او جمله همونطور که شما یاد کردین 2.8 میلیارد دلار او هزینه کرده بودند، و وزارت دفاع و بودجه ها و دستمزد مساوی برای عملیات های خوش آمدی برای مهاجرین که در ایالات متحده آورده شده. تقریبا اونا هم در از سال 30 سپتامبر تا سال 30 سپتامبر 2023 حدود 5.4 میلیارد دلار تخمین شده بود. وزارت امور خارجه بودجه ها و انتقال های مساوی به هم دستمزد ها و مانند برای انجام وظیفه کارها برای خوش آمدی پایدار مهاجرین تا 22 اپریل 2024 حدود 5.53 میلیارد دلار تضمین شده بود که وزارت امور خارجه و بودجه انتقالات و اینا همه حدود، اگه اینا را جمع بندی بکنیم، حدود 17.2 میلیارد دلار تمام پولهایی که برای افغانستان در مدت به شمول 3.5 میلیارد دلاری که به صندوق امانی در سوئیس انتقال داده شده که حساب کنیم 17.2 میلیارد دلار است بودند، که طبق گزارش سیگار، که این نشان میده که دولت ایالات متحده در دوره تعهدهای مالی خود توجه بسیار زیاد داشته در حمایت به افغانستان، و در البته به رژیم امارت طالبان و پناهنده های افغانی بسیار زیاد کمک کرده در این مدت. 17.2 میلیارد دلار از بودجه اساسی افغانستان، از بودجه جی دی پی افغانستان هم خیلی بالاست. بله، در گزارش تایید شده طالبانی ها با استفاده از این کمک ها ثروتمند شدن. با توجه به اینکه این کمک ها به مسائل بشر دوستانه، اسکان مجدد و پذیرایی همکاران افغان نیروهای آمریکایی و صندوق امانی افغانستان در سوئیس اختصاص یافته، چرا طالبانی ها از این کمک ها بهره گرفته و ثروتمند شدند؟ بفرمایید. سوال شما اینجا دو بخش داره، یک بخشش که صندوق امانی است و بخش دیگه که طالبان چگونه موفق ثروتمند شده. اینجا در صندوق امانی توسط هیئت متشکل از نماینده های امریکا که در سوئیس هستند و دو مقام دولت پیشین افغانستان، دولت اشرف غنی و کرزی، که نظارت امید پول در اونجا نظارت میشه، و آنها عبارتند از انوارالحق احدی و که سابقه ریاست بانک مرکزی افغانستان و وزارت مالی پیشین افغانستان بدستشان بود، و شاه محمد مهرابی استاد افغانی که در امریکا هنوز در شورای عالی بانک مرکزی افغانستان حضور داره، و او هم استاد کالج مونتگومری کاونتی در مریلند امریکاست، او هم در اینجا است. در بخش دومش که طالبان که از این کمک ها بهره گرفته و ثروتمند شده به خاطر مسائلی از جمله استفاده نادرست، بخشی از کمک ها ممکن است به صورت نادرست و غیر مستقیم با طالبان منتقل شود. این ممکن است که از طریق فروش تجهیزات یا موادی که از طریق کمک ها به دستشان میرسه صورت بگیره. دوم، فروش مواد است. کمکی به بازار سیاه توسط نیروهای تفنگدار طالبان ممکن است که بخشی از کمک ها را به دیگران به بازار سیاه بفروشه و پول او را به جیبای خود بزنن و از او تجارت بکنن. و دیگر بخش سومش که کنترل مناطق به زیر دست است، مناطقی را که اونا زیر دست دارن با برچه و شلاق و تفنگ و چوب، ملیشه های طالب ها پول ها را از مردم میگیرن و یا پس مواد از مردم میفروشن، و برخی از امور محلی و طالبان که در اونجا مناطق اداره میکنن در این مناطق ثروتی از مناطق هم دزدی میکنن. قسمت آخرش که تصرف داری های دولتی و بانک های افغانستان است. تمام بانک های افغانستان و
و دارای کلی افغانستان به دستور طالبان است و اونا کنترل میکنه، کنترل کلی سر از اونا داره و به طور کلی عوامل متعدد میتونه از عوامل دیگه ای که میتونه که طالبان را ثروتمندتر و قویتر و چاقتر بکنه و از نیست که از پولهای غریبا و مسکنانی که برای از جهان برش میرسه برای مردم میگیرن اونا میخوره. بله آقای دکتر، آیا آمریکا به نیروهای مخالف طالبان هم کمک میکنه؟ بفرمایید. بله، حمایت غیر مستقیم آمریکا از طریق فرانسه، ترکیه و تاجیکستان و امارات متحده عرب برای جلوگیری به بندوباری های آینده طالبان که در آینده نشه طالبان سرکشی بکنه کمک میشه. ایالات متحده در گذشته هم نیز نیروهای مخالف طالبان را و مخالف دولت های سابق کمونیست را در افغانستان کمک کرده، حمایت کرده که شامل ارائه تجهیزات نظامی بوده، آموزش ها، مشاورات و استنگر در زمان مجاهدین برشان داد، مشاورای نظامی و پشتیبانی مالی میشه. این اقدامات به منظور تقویت نیروهای مخالف و تضعیف کردن نیروهای طالب برای آینده نگری خودشان است که در آینده بتونه اینا از این نیروها استفاده بکنه و اگر جایگزین طالب کسی دیگه ای را میخواد یا بیاره و بتونه از این نیروها تقویت کنه در کنار از یا باشه تا طالب سرکوب شد از اینا. بله، با تشکر از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان که از ویرجینیا با ما همراه بودند.